بانم و یادی خدا، تونی کروز چگونه رئالی شد؟ قیمت فروش محمد صلاح بالاخره مشخص شد. باشگاه چلسی به دنبال شکار ایکاردی می باشد. در ادامه ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. تونی کروس میگوید که لوئیس سوارز و استیون جیرارد تلاش کردند که در سال 2014 او را به لیورپول منتقل کنند. باشگاه لیورپول و منچستر یونایتد در سال 2014 قصد داشتند تونی کروس، هافبک بایر مونیخ که در همان سال با تیم ملی کشورش به قهرمانی جام جهانی رسیده بود، را جذب کند. با وجود اینکه منچستر یونایتد در آن زمان بیشترین شانس را برای جذب ستاره آلمانی داشت، اما در نهایت این انتقال عملی نشد تا تونی کروس راهی سانتیاگو برنابو شود. تونی کروس در پیوند به اتفاقاتی پیش آمده در صحبت با مجله اتلیک گفته که من و جیرارد و سوارز خیلی مداوم حرف نزدیم، اما آنها به من پیشنهاد دادند که درباره شرایط باشگاه بیشتر صحبت کنیم. نکته خنده‌آور اینجا بود که تحت هر حالتی سوارز میخواست از لیورپول جدا شده و با بارسلونا بپیوندد. این هافبک آلمانی در بخش دیگر از صحبت‌هایش درباره دوران بازی خود تحت هدایت پپ گواردیولا گفته بازی برای او را دوست داشتم و احتمال داشت قراردادم را تمدید کنم. با این حال فکر می‌کنم تمدید قرارداد به خاطر یک سرمربی کاری اشتباهی است. پپ گواردیولا میخواست من تمدید کنم، اما اگر من قراردادی 5 ساله میبستم و او خیلی زود میرفت چی؟ هافبک تیم ملی آلمان در تابستان 2014 قصد جدایی از بایر مونیخ را داشت. او در آن زمان به عنوان یکی از بهترین هافبک های دنیا شناخته میشد و تیم های بسیاری خواهان جذب این بازیکن بودند. این در حالی است که بحث انتقال تونی کروس به منچستر یونایتد بسیار جدی بود، اما حضور فن خال به جای دیوید مویز شرایط را تغییر داد و در نهایت او تصمیم گرفت که به رئال مادرید بیاید. در همین حال جیمی کرگر به این باور است که باشگاه لیورپول حاضر است محمد صلاح را با 150 میلیون یورو به فروش برساند. جیمی کرگر در تازه ترین مصاحبهش با اسکای اسپورت میگوید که سران باشگاه لیورپول حاضر هستند مهاجم مصری تیمشون را به فروش برسانند. او معتقد است که محمد صلاح به اندازه کافی ستایش نمیشود. جیمی کرگر در این مورد در صحبت با اسکای اسپورت اظهار داشته که فکر میکنم تیمهای دیگر محمد صلاح را یک بازیکن در سطح جهان میدانند، اما هواداران لیورپول به اندازه کافی او را ستایش نمیکنند. محمد صلاح در فصل اول فوق‌العاده بود، اما شاید دیگر نتواند در یک فصل 44 گل بزند. جیمی کرگر در بخش دیگر از صحبت‌هایش در این باره گفته که من فکر میکنم هواداران این تیم حاضر نیستن آلیسون بیکر، الکساندر آرنولد، ورجل فان دایک، سادیو مانه و روبرتو فرمینو را به هیچ قیمتی به فروش برسانند، اما اگر رقم 150 میلیون یورو برای خرید محمد صلاح پیشنهاد داده شود، قطعاً آن را بررسی خواهد کرد. به همین دلیل میگویم که به اندازه کافی ارزش او را در این تیم نمیدانند. باید افزود که بازیکن 27 ساله در اولین فصل حضور خود در آنفیلد 44 گل به ثمر رساند و فصل گذشته نیز 27 بار دروازه حریفان را باز کرد. محمد صلاح در فصل جاری نیز 19 گل زده و شب گذشته نیز یکی از گل‌های لیورپول برابر وست هام را به ثمر رساند. در همین حال باشگاه چلسی در حال بررسی شرایط جذب ماریو ایکاردی ستاره آرژانتینی پارسن جرمن می باشد. به نقل از نشریه گاتسو اسپورت ایتالیا، سران باشگاه چلسی قصد دارند ماریو ایکاردی را از پارسن جرمن به خدمت بگیرند. این مهاجم آرژانتینی در تابستان گذشته به صورت قرضی راهی پی‌اس‌جی شد و در این مدت عملکرد خوبی در این تیم داشته است. عملکرد درخشان ایکاردی باعث شده تا مسئولان این باشگاه فرانسوی بند خرید دائمی او را فعال سازند. با این وجود اما چلسی میخواهد وارد این رقابت شود و ایکاردی را از چنگال مالک قطری پارسن جرمن در بیاورد. این در حالی است که فرانک لمپارد سرمربی آبی های لندن روی جذب این بازیکن حساب زیادی باز کرده است. در همین حال خبرهایی در مورد احتمال انتقال ماریو ایکاردی به یوونتوس منتشر شده و شاید این انتقال جنجالی با یک فصل تأخیر و در تابستان پیشرو صورت بگیرد. به نظر میرسد بیان کنری تمایلی به حفظ گونزالو ایگواین برای فصل بعد نداشته و ایکاردی میتواند جانشین او در تورین لقب گیرد. نظر شما در مورد این سه خبری مهم ورزشی چیست؟ نظر خیلی شدار کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.